بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. الحمدلله یک روز دیگر توفیق شد تا در خدمت شما عزیزان باشم و با افتخار از کربلای معلا و استدیو بین الحرمین برنامه معراج رو تقدیم شما عزیزان میکنم و الحمدلله توفیق این رو پیدا کردم که در خدمت کارشناس و محترم برنامه جناب استاد بهرمن باشم. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولی یک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشاءالله. به نیابت از شما عزیزان از ادب و احترام خواهم داشت خدمت جناب استاد بهرمن. سلام علیکم جا. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. در خدمت شما. خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و دوستان تهیه کننده برنامه و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم و انشاءالله سلامت باشه زودی های زود زیارت آقا امام حسین علیه السلام قسمتشون بشه و ما هم توفیق نایب زیاره بودن اونها باشیم انشاءالله. انشاءالله سلامت باشه. ممنون از حضورتون. دوستان عزیز و همراهان برنامه از الان میتونید بر روی اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام لایو برنامه رو تماشا بکنید. عزیزانی که همراهی میکنن ما رو در لایو اینستاگرام شبکه امام حسین علیه السلام گاهن تقطیعاتی رو براشون گذاشتن دوستان روابط عمومی از برنامه و جواب سوالات بینندگان هست که بنده در پارت دوم برنامه از جناب استاد میپرسم و سوالاتی که مبتلا به بسیاری داره رو انتخاب میکنن و منتشر میکنن تا شما عزیزان به جواب برسید. از طرف عزیزانی که پیام میدن گاهن محبت میکنن و منت میذارن سر بنده سوالشون رو کامل میپرسن سعه صدر به خرج نمیدن و اصرار دارن که همون آن جواب سوالشون داده بشه. عرضم به خدمت شما بنده به خاطر اینکه تخصص این کار رو ندارم و نمیتونم جواب بدم سوال رو انشالله برای جناب استاد میفرستم و ایشون انشالله تا اونجایی که بتونن و لطف کردم و منت گذاشتن سر بنده و جواب دوستانی که گفتن که در شخصی پیام بدید رو دادن، ولیکن منتظر بمونید و در برنامه جواب سوالتون رو بشنوید. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. با روایت سید الشهدا علیه السلام درس امروز رو شروع میکنیم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ما فرامون مسئله توکل به خدای عز و جل که نتیجه معرفت و شناخت توحید افعالی بود. توکل را معنا کردیم. توکل عبارت است اعتماد به خدای عز و جل و اعتماد به خلفای الهی، اعتماد به حجج الهی که اولیاء خدا هستند و ما از طریق خلفای الهی با خدای عز و جل مربوطیم. ارتباط ما با خداوند از طریق واسطه. بعضی ها
به ذهنشون این رسیده که چرا ما مستقیما سراغ خدا نمیریم، بله، چرا بین خودمون و بین خدا واسطه قرار میدیم. این به خاطر این که ما با واسطه درست شدیم. ما اصل خلقتمون، بله، و اصل تکوینمون از طرف خداست، اما با واسطه ای که بین ما و خدای عز و جل، اون واسطه عبارت است از حجت خدا، عبارت از خلیفه خدا. بنابراین توجه ما باید از طریق اون کسی باشد که واسطه در تکوین ما بوده، واسطه در درست شدن ما بوده، و توجه به خدای عز و جل از طریق واسطه همون توجه به خدای تبارک و تعالی. لذا برای تحقق توکل در قلب ما باید مدد بگیریم از اولیاء خدا، مدد بگیریم از ائمه هدا علیهم السلام. عرض میکنیم مثلا یا امیر المؤمنین، من دارم تلاش میکنم. محصل میگه یا امیر المؤمنین، من دارم زحمت میکشم، تلاش میکنم، سر درس حاضر میشم، بله، مطالعه میکنم، در سار مثلا تحقیق میکنم، بحث میکنم، باقیش با شماست، شما دست منو بگیرید، شما منو یاری کنید، من در این کار موفق بشم. کاسبم باید بگد یا امیرالمومنین، من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، با امید خدا و توکل بر خدا از خونه خارج شدم، مغازه خودم را باز کردم، جنس خودم را آماده کردم برای مشتری، همه این کارهای ظاهری را انجام دادم. اما باید شما منو مدد کنید، شما مرا یاری کنید، مرا کمک کنید. این طلب کمک و مدد از اولیاء خدا، این عبارت اخرایی از توکله. چه آثاری دارد این توکل، این اعتماد کردن به خدا، این توجه کردن به اولیاء خدا؟ تأثیر آن در زندگی ما اولا قوت قلب ماست. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید قوت القلب، محکمی قلب، محکمی دل. خیلی همون دلمون ضعیفه، دلگرمی نداریم به زندگی، بله. از نداری میترسیم، از بیماری میترسیم، از اومدن بلا میترسیم، نمیدونم از هجوم دشمن به ما، بله، میترسیم از آینده، مبهم، بله، که روشن نیست، میترسیم چه بلایی سرمون میاد، چه بلایی سر فرزندانمون میاد. اگر صاحب خونه ما رو مثلا بیرون کنه من چیکار کنم؟ اگر صاحب کار جوابم بده من به ترافیکی دستم رو دراز کنم؟ این نگرانی هایی که معمولا آحاد بشر اینها رو دارن، همه اینها برطرف میشد اگر انسان توجه داشته باشد به خدای عز و جل، اعتماد کند به خدای عز و جل، خدایی که همه امور به دست اوست، خدایی که همه افعال را درش تأثیر داره و مؤثره، و برگ درخت بدون اذنش از درخت ساقط نمیشود. این توجه به خدای عز و جل، این توجه به اولیاء خدا، این توجه به ائمه هدا علیهم السلام، یک حالت آرامشی و یک حالت قوت قلبی برای انسان به وجود میارد که در غیر این حالت اون آرامش به دست نمیاد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میرسد به این درجه انسان متوکل بر خدای عز و جل. خوف و ترس از هیچی نداره. نه خوف از مرگ داره، برای چه از مرگ بترسم؟ من که حسابم با کرام الکاتبینه، حسابم با اهل البیت علیهم السلامه.
بناست شخصی مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه از من سوال بکنه و من جواب بدم و یه همچین آقای بزرگواری طرف هستم، از چه خوف داشته باشم؟ اگه بنا باشد با مرگم من برم در جوار ائمه هدی علیه السلام، در جوار پیغمبر اکرم که آقا رسول الله به امیر المؤمنین در باره شیعیان امیر المؤمنین فرمودن یا علی و شیعتو که علا منابر من نور، بر فراز منبرهای از نور به سر میبرن، علا منابر من نور فی الجنه در بهشت، و هم جیرانی، هم جیرانی و اینا هم سایه های من رسول الله، انتهای سعادت. خب اگر بناس من با مرگم برسم به سعادت دائمی ابدی، برسم به یک غنایی که درش فقر نیست، برسم به یک علمی که درش جهل نیست، از چه ترس داشته باشم؟ از چه خوف داشته باشم؟ بعضی ها میترسن میگن خب ما اگر از دنیا بریم بچه های ما چه میشوند؟ خدا هست، خدا حافظ بچه هاست، خدا نگهدار بچه هاست. اگر ما تحقیق کنیم شرح حال بزرگان در طول تاریخ را میبینیم خیلی هاشون یتیم بودن، در حالت یتیمی بزرگ شدن و به مقاماتی رسیدن. میگه شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر یتیم نبود، علم یجد که یتیمن فآوا، شد اشرف انبیا و اشرف مرسلین در حالی که یتیم بود، بیکس بود، فقیر بود، عیالمند بود، ندار بود، اما خدای عزوجل همه چی بهش مرحمت کرد، همه چی بهش داد. بنابراین انسان متوکل بر خدای عزوجل چنان قوتی قلبی پیدا می کند که هیچ خوفی و هیچ ترسی و هیچ نگرانی از هیچ مسئلهی نخواهد داشت. این یکی از آثار توکل بر خدا و توکل بر اولیاء خدا. دیگر از آثار توکل کفایت الهیه. خدا می فرماد تو توکل بکن بر من، من امورت را کفایت میکنم، من عهده‌دار امور تو میشم، تو به من اعتماد بکن. بله، وکیل به ما میگه آه تو منو به وکالت انتخاب بکن، من میرم جای شما حرف میزنم. ما چرا وکیل انتخاب میکنیم که جای ما حرف بزنه، از حق ما دفاع کنه؟ خدا میفرماید من وکیل، اگر به من اطمینان داشته باشی و اعتماد کنی و اعتماد بکنی، من وکیل تو میشم، او به جای من حرف میزنه و از حق من دفاع میکنه، او دست منو میگیره و من رو به حال خودم رها نمیکنه. در این رابطه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسی که بر خدای عز و جل توکل کنه، منظور بر خدا و اولیاء خدا، کسی که بر خدا توکل کند خداوند مستقیما هزینه تمام زندگیش را به عهده میگیره. این باور میخواد. بله، باور میخواد. میفرماید و او را از راه بی گمان، از راه بی حساب روزی میده. ما برای به دست آوردن روزی حساب کتاب میکنیم که اینقدر مثلا حقوق میگیریم، اینقدر باید خرج کنیم، اگه فلان کار رو کردم حقوقم بیشتر میشه، چی میشه چی میشه، هی برای روزی خودمون کتاب باز میکنیم. بله، حساب باز میکنیم. بله. میفرماید اونی که بر خدای عزوجل توکل بکنه، خدا مستقیما عهده‌دار امر زندگیش خواهد بود و از راه بی حساب که به عقل به حساب نمیاد، از راه بی گمان روزیش را میرساند. نه فقط روزی مادی، روزی معنوی که کمتر بهش توجه میشه،
روزی معنوی، ولایت، محبت به خاندان، عصمت و طهارت، این سرمایه های موندگاره. غیر از روزی مادی، روزی مادی تلف میشه، از بین میره، دزد میبرتش، اما ولایت رو نمیتونه دزد از سینه من، از قلب من بگیره. ولایت که من احیا میکنه، ولایت که منو زنده میکنه، و اونی که دلش از ولایت خالیه، این مرده است. در روایت دارد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: من اراد ان ينظر الى میت يمشي على وجه الارض فلينظر الى ابي بكر. اگر کسی بخواد نگاه کنه به مرده ای که دارد روی زمین عمودی راه میره، به قول یکی از زنده زنده راه، بله، یکی از بزرگان میگه مرده دو قسم داریم، یا مرده افقی داریم که تو قبر میگذرندش، یه مرده عمودی داریم که روی زمین راه میره، راه میره ولی مرده است. کیه که راه میره، نفس میکشه ولی مرده است؟ اونی که ولایت نداره، اونی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را نداره. بنابراین کسی که توکل کند به خدای عز و جل، خداوند این ولایت را نصیبش میکند، و کسی که این ولایت را خدا نصیبش کرده، این ندار نیست. از نظر معنوی کل دارایی ها را داره. یک کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، کمکم کنید. حضرت یک نگاهی به صورتش کردن، فرمودن من به شخص ندار کمک میکنم، ولی شما ندار نیستی، فقیر نیستی. گفت یا ابن رسول الله، من فلانیم، من میشناسم، درباره من تحقیق کنید، ببینید من وضعم چیه. شغل ندارم، کاسبی ندارم، سرمایه ندارم، بله، نمیدونم، اعتبار اجتماعی ندارم، پارتی ندارم، و من همه میشناسن منو که انسان هستم، فقیر و محتاجم. امام صادق فرمودن نه نه، شما فقیر نیستی. گفت چطور آقا من فقیر نیستم؟ فرمودن اگر کسی الان پیدا بشه و حاضر بشه یک سکه طلا به تو بده، بگید این آقا رو دوست نداشته باش، این امام صادق رو دوست نداشته باش، محبت به امام صادق رو از دلت بیار بیرون به ازای یک سکه. این کار میکنی؟ گفت هرگز نمیکنم. فرمودن اگر 10 تا سکه بهت بدن چطور؟ گفت نمیکنم. فرمودن اگر 100 تا سکه بهت بدن، 100 تا سکه نقد طلا، 100 مثقال طلا، ببین چقدر پولش میشه، بهت میدیم. این آقا رو دوست نداشته باش، حضرت زهرا رو دوست نداشته باش، امیرالمؤمنین دوست نداشته باش. گفت نمیکنم. حضرت هی مبلغ رو بردن بالا، مبلغ را به درجه رسوندن، فرمودن اگر تمام این دنیا را پر از جواهرات بکنن و به تو بدن و بگن این آقا را، ولایت این آقا را از دلت ببر بیرون، این کار میکنی؟ گفت آقا نمی کنم. حضرت فرمودن پس چرا گفتی من فقیرم؟ تو چیزی داری که حاضر نیستی با دنیای پر از جواهرات عوضش بکنی. تو فقیر نیستی، فقیر اونیه که دلش از معرفت و از نور ولایت چیه؟ خالیه. بنابراین میفرماید توکل به خدای عز و جل باعث میشود انسان روزی خار خدای عز و جل بشود از راه بیگمان. آیه کریمه قرآن را براتون تلاوت کنم، در سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3، خداوند می‌فرماید: من یتق الله یجعل له مخرجا. خوندن این آیه مکرر بعد از نمازهای واجب در 5 نوبت، یعنی هم بعد از نماز صبح، هم بعد از
نماز ظهر، مغرب، عصر، مغرب، عشا تأکید شده که انسان حداقل سه مرتبه و من یتق الله رو آیه و من یتق الله رو بخونه. خدمت یکی از بزرگان که وقت یک کسی رسیده بود علم کیمیا را درخواست کرده بود که آقا شنیدم شما علم کیمیا داری، علم کیمیا مصر به طلا تبدیل میکرد و سابقی ها دنبالش میرفتن که این علم را پیدا کنن. این آمده بود خدمت این ولی خدا که آقا به من علم کیمیا بیاموز. فرمودن من چیزی بهت یاد میدم که از کیمیا با ارزش‌تره. و بعد از هر نمازی این پنج تا کار را انجام بده. یک، بعضی های دستور عمل میخوان از ما، بله تو اون سوالاشون پیداست. یک، بعد از گفتن سلام، قبل از اینکه رو را از قبله بتابونه و قبل از اینکه با کسی حرف بزنه، همون حالت توجه خودش را حفظ بکنه، آیت الکرسی را بخونه. یک مرتبه آیت الکرسی را بخونه. ثانیاً معذرت میخوام، اول تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام را به جا بیاره، بعدش آیت الکرسی یک مرتبه، بعدش سه مرتبه قل هو الله احد را بخونه، بعدش سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد را بخونه، بعدش سه مرتبه این آیه شریفه که مورد بحث ماست. فرموده بود اون بزرگ، این با استفاده از روایات این را به دست آورده، از خودش نیست. فرمودن اگر کسی مداومت بر این پنج عمل بعد از هر نماز داشته باشه، این بالاتر از خدا چیزی بهش میده که اون بالاتر از علم کیمیا و بالاتر از اون علمی که میتوند بله آهن را به طلا و مصر را به طلا تبدیل بکنه. حالا آیه کریمه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. من یتق الله، هر کسی زن باشه یا مرد، اینجا در این مسئله زن و مرد با هم کاملا یکی هن برابرن. هر کسی تقوا پیشه کنه، یعنی خدا را همیشه در امورش مد نظر داشته باشه، از اون چی که مورد پسند خدا نیست چشم بپوشه، غیر خدا رو بذارید کنار، غیر از ولی خدا رو بذارید کنار، غیر از امیر المؤمنین رو بذارید کنار. من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا راه نجاتی براش فراهم میکنه، دیگه گیر نمیکنه تو زندگیش، در هیچ مشکلی گیر نمیکنه. من یتق الله و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی مادی و معنویش را میدهد خدای عز و جل به طور مستمر. یرزقه مستمر، نه یه دفعه، مستمر روزیش میدهد از راه بیگمان. خودش هم نمیفهمه، اصلا نمیتونه حساب کنه چجور اومد این فیض از کجا اومد، این عنایت از کجا اومد، این رزق حلال از کجا نصیب من شد. خدا عهده دارش میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی بر خدا توکل کنه خداوند مستقیما، فهو این هو به خدا برمیگرده که در بحث های قبلمون گفتیم اسم ذات خدای عز و جل اوست، کفایت کننده اوست، خداست که کفایت کننده امور اوست. بعد یکی دو دقیقه بله. امورش را کفایت میکنه. من البته یه سوال هم برام پیش اومده، حالا جسارت میکنم میپرسم. با این همه بحث توکل، پس چرا خیلی از مسلمان ها از نظر مادی فقیرن؟ اون صحبت بحث معنوی رو فرمودید. من این سوال برای خیلی ها این در واقع به دستورات دینی عمل نمیشه، کاهل میدن در دستورات دین. واقعا اگر به دستورات دین کسی عمل کنه، نباید یک فقیر بین مسلمین باشه. مسلمین باید غنیترین افراد باشن، ثروتمندترین افراد باشن، چون تمام راه های برطرف شدن فقر و نداری را
این دین مبین ما بیان کرده، ما عمل نمی کنیم. نماز شب می فرماد بخون وضعت خوب میشه، نمی خونی. نماز شب نمی خونی. نماز صبح هم قضا میشه. توقع نداشته باشم که وضعم خوب بشه، وضعم خوب بشه. به دستور عمل نمی کنم، امانت دار نیستم، تو معاملاتم خیانت میکنم. کسی که امین مردم نیست، این اعتبارش رو از دست میده. بهترین سرمایه مخصوصا برای جوانها امانت داریشونه. اگر امین بود یک جوان، دیگران هستن ثروتشون رو در اختیار این جوان قرار میدن. شاهدش آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم در جوانی هیچی نداشتن، اما به دو صفت معروف بودن، یکی صفت صداقت راستگو بودن، یکی صفت امانتداری. ثروتمندان حجاز اموالشون را در اختیار آقا رسول الله قرار میدادن، من جمله حضرت خدیجه سلام الله، خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها. سلام. بنابراین چون مسلمان ها به دستورات دینی عمل نمی کنن، مبتلای به فقر و نداری شدن و میشن. بله، خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید شماره برنامه رو ببینید، ذخیره کنید، در پارت بعدی در خدمت جناب استاد خواهیم بود. بله، وقت شما به خیر. تا کجا شنیدن بیننده ها؟ وقت شما به خیر هم شنیدین؟ بله، وقت شما به خیر باشه. انشالله که وقتتون به افق کربلا به خیر بشه و به زودی مشرف بشه زیارت سید و شهده علیه السلام. 2-0-964-773-03-04-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست از طریق تلگرام و واتساپ. در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، امروز قبل از اینکه سوالات رو بپرسم یک عرض رو هم بگم که بیننده بزرگواری پیام دادن و پرسیدن که آیا سوال بنده امروز از حاج آقا پرسیده میشه یا خیر. عرضم به خدمتشون این بود که چون سوالتون رو فرستادید و تعداد سوالات بالا هست، باید بر اساس ترتیبی که سوالات به ما میرسه و زمانی که درش هستیم جواب میدیم. مثلا دوست بزرگواری که پیام داده بودن در مورد ایام فاطمیه، اگر میخواستیم بذاریم روی ترتیبی که جواب بدیم، خب بعد از ایام فاطمیه نوبت سوالشون میشد و شاید به درد مثلا دهه اولشون نمیخورد جواب سوال. یا سوالی که در مورد ازدواج حضرت معصومه سلام الله علیها بود علی ای حالن، ولی ترتیب سوالاتی که روتینی هست و باز هم عرض کنم مبتلا به زیادی داره در جامعه، یک مقدار به خاطر زیاد بودن سوالات دیر به دیر به سوالات شما عزیزان میرسه، ولی خب نه اینقدر دیر، یعنی با یکی دو روز تاخیر. و اما سوالات امروز و بیننده بزرگواری که گفتن سلام، آیا بر پدر واجب است که برای فرزندش کار و کاسبی فراهم کند یا پدر وظیفه ندارد و فقط قوت و غذای فرزند به عهده پدر است؟ لطفاً جواب شامل و کامل و کارگشا بیان بفرمایید، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعاً اگر پدر توان مالی داره و میتونه فرزندش را تأمین کنه از نظر سرمایه کسب، چه بهتر که این کار بکنه. چون این صدقه حساب میشه، واجب نیست ولی صدقه حساب میشه و صدقه به اولاد از صدقات ارزشمنده، دارای ثواب زیاد فراوانه. الاقربونه اولا. بله.
دیگه چه کسی مهمتر از اولاد برای انسان؟ واقعا اگر در توانش هست خیلی خوبه، مورد بله مورد انشالله خوشنودی خدای عز و جل اگر به فرزندش در این امر کمک کنه. بله نظر بیننده بزرگ عوالی پرسیدن که ظواهر مؤمنین در برزخ و قیامت چگونه خواهد بود؟ آیا بحث حجاب و امور شرعی دنیوی در برزخ یا حتی در قیامت نیز جاری هست؟ حجاب و برزخ، حجاب و عفاف کلن در دنیا و آخرت، در برزخ و عالم آخرت همیشه با عفاف بودن و با حجاب بودن دارای ارزشه، مقابل عریان بودن و مقابل برهنه بودن. این مفصله جواب این سوال. حالا ما 3-4 دقیقه این بله. فرصت داریم بفرمایید. مجبورم یه مقداری عرض کنم. اولا فرمایید، در روایات آمده که روز حشر کفار با مؤمنین فرق میکنن. بله. کفار برهنه وارد صحرای محشر میشن. بله. چون کافرن باید معذب باشن. یکی از انواع عذاب ها برهنه بودن برهنه. در محشر است. اما مؤمنین به وسیله نوری که تمام اطرافشون را احاطه کرده، اینا مستور هستند. یک نوری دورشون را گرفته و جسم اونها دیده نمیشه، یعنی در پرده چی هن مؤمنین؟ حجاب. چه مردانشون چه و چه زنانشون در پرده پوششن، در پرده حجابن، منتها حجابشون از جنس نوره نور. طبق این روایت بس. روایت را علامه بزرگوار مجلسی در بحار شریفش جلد 7 صفحه 109 حدیث 35 بیان کرده. بله. در روایت دیگری هست که روز قیامت قومی وارد میشن، لباسهایشون، جامههایشون از نوره. روایت میفرماد این افراد شیعیان ما هستن، جامعه از نور بر تن دارن، مال هر کسی نیست. شیعه ها چون منزلتشون بالاست، لباسشون از نوره و امام اینها آقا امیر المؤمنین علیه السلام و به دنباله امیر المؤمنین حرکت میکنن با لباس های از جنس نور. پس حجاب هست. بله. لباس و پوشش هست. در قیامت هست. در نقل های زیادیه، این اگر انسان روایات معاد را مورد بررسی قرار بده انشاءالله در آینده به بحث معاد میرسیم و منازل مختلف معاد خواهیم رسید اگر عمری باشد و توفیق باشد بتونیم در خدمت بینندگان عزیز و دوستان اهل البیت باشیم. در نقل های متعددی اومده که شیعیان مستور العوره وارد صحرای قیامت میشن، یعنی دیگران مکشوف العورن، یعنی شیعه ها آبرومندن. یک دقیقه تقریبا. کسی که مستور العوره است یعنی عیبش ظاهر نشده، خدا یک پرده ای از آبرومندی بر او می پوشونه. با آبرومندی همینطوری که کسی که در دنیا مزین به لباسه آبرومنده و کسی که برهنه است و مکشوف العوره این بی آبروه، در آخرت هم همینطوره و مستور العوره وارد صحرای قیامت میشن و جامه های سفید تر از شیر به تن اونها کرده شده و با اون لباس های سفید نورانی وارد صحرای محشر و صحرای قیامت خواهند. خیلی ممنونم حاجا. بله. میدونم که صحبت در این مورد بله. زیاد داره. خب بله. برنامه ادامه دارد این که انشالله وعده میدیم ببینند در این بزرگوار بله. که ببینند بله. انشالله
فرصتی که درس برنامه و حاج آقا میرسه به این مورد و این موضوع انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور، دست شما درد نکنه. از شما عزیزانم ممنونم که ما را همراهی کردید و بیننده برنامه بودید. انشاءالله دوستان عزیزی که موفق نشدن به تماشای برنامه از طریق یوتیوب و فیسبوک میتونن برنامه رو تماشا کنن. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی.